حالا من هم همراهتم تا بفهمی چقدر دوستت. فقط 6-7 ماه طول کشید تا مثل یه نقطه سفید تو سیاهی گم بشم. داشتم کوچیک و کوچیکتر میشدم، یه حجم ناپدید. بعضی وقتا فکر میکردم اعتیاد صرفیم فقط یه بهونه بود که خودم رو غرق کنم تا بلکه صدای فریادم به گوش کسی برسه و پیدام کنه. تو خلوت دلم برای خودم تنگ شده بود، برای همون سیاوش سابق. این مقاله سیاوش 6 ماه پیش نیست، یه سیاوش دیگه این مقاله رو نوشته. فرقش آشفتگی و سردرگمی که توی نوشته است. چته؟ تو با این مقاله چی میخوای بگی؟ چاپش کن، به پولش احتیاج دارم. پولشو بهت میدم ولی چاپش نمی کنم. من گدا نیستم. داد بزنی. آقای مسرور بیرونه، مشخص نیست که میاد. خانم مشرقی، من که دیروز به شما گفتم این هفته آقای مسرور اومدنش به شرکت زمان مشخصی نداره، دیر میاد زود میره. آج آقا بگی من تا الان دندون رو جگر گذاشتم، به هیچکی نگفتم زنشم. بهش بگین طاقتم دیگه تموم شده، اگه فردا صبح دیدمش با خودش حرف میزنم، اگه نه مستقیم میرم سراغ دخترش. که آقا مهمونه آقای مسرور اومده. خانم مشرور بفرمو شما داخل بشینین، من با این مسرور تلفن میزنم، خودتون صحبت کن. بفرمو آقای مسرور اومد رفت تو انبار. چی شد؟ خیلی خواه لازم نکرده، نمیخوام باش صحبت کنم، یه پولی بهش بده راضیش کنی نفتر خونه بشینه تا هم ببینم بعدا چجوری میتونم به دختره بگم. باز که تو داری حرف خودتو نشخار میکنی، اون کاری که من میگم بکن. سرت به سنگ خورد برگشتی ها؟ اون یه مریض مانی که به صندوق رفت دادم به برگشتی برگردونم که خرج زن معتادت بکنی؟ اون یه میلیون جاش امنه، وقتی برگشتی مثل بچه آدم زندگی بکنی از اون بیشترش هم بهت میدم. دلم میخواد خرجش کنم، به کسی رفتی داره؟ من الان به اون پول احتیاج دارم. باریکلا با لاتا معتادا گشتی، خوب پر رو وقی شدی، تو رو آدم هم وای میسی. لاتا معتادا بیشتر از تو میفهمن، تو چرا نمیفهمی؟ میفهمم، این تو این چه نمیفهمی؟ برو رد کارت، برو چه بیرون. من پول احتیاج دارم، چرا نمیفهمی؟ انداختمش تو باشو باشو بیارش کار میکنی؟ باشو سردی؟ ندارم بدم کن باشو کفر من در میاری سر زدی بیداد کنم تو میگم ندارم تو باید ثابت کنی چقدر کسافت شده. نشدی زبون خوش بدیم میداری که خواهی میشکردی ورش دار بیار سردی همارشو گشتی دادا میشن دروغ نکن دروغ بگی چه برده میکنی سر کنی خودت نمیاریش به خدا ریزگارت سیاه میکنم شد نمیتونم ذره ذره هم شدن تو ببینم سر بینیم حالا دیگه نمیشته زنه سیاه بشه من مول دیگه نمیشته خدن سیاه بشه من ناشه من مولن نمیکرد تو دیگه بر من موردی عزیزم حالم بده سر بینیم حالم بده تازه کسی هستی تو آره سرکی آره گفتم دیگه نمیتونم با تو بمیتونم نمیتونم
چی باید اینجا؟ برگرد خونه! برگرد! میخوام برم دیگه، نمیتونم بعد زندگی کنم. من تازه شدم مثل تو، تو اینجوری بودی که من انتخابت کردم. بیدی من خیلی بهت احتیاج دارم، برم تنها بزنی. اینقدر خودم خراب و داغونم که به هر کی تکیه میکنم اونم خراب است. روزی هزار بار میگم که اگه من نبودم سیاوش اینجوری نمیشه. اگه تو نبودی سیاوش اینجوریش نبود. با هم بس زندگیم به قادر تو باقده. اگه بمونم بیشتر به خدا سر، به خدا تو برام، به تو برام تو برام سر. من موندنم که نتونستم کاری کنم، شاید برم یه چیزایی درست شد، یکی بیاد به سر بزنه، یکی بیاد ببیند. به خدا یه سر آدم نمیاد، هیچ که نمیخواد تو باقی کم کنی، هیچ که تو فکر کردی. اگه تو بری کسی یاد آدم نمیرد سر سر گرفته دیگه، حوصله صدا کردن زندگیمون ندارم. ای کاش یکی بود از اینجا به بعد زندگیم. برات سوپ جو درست کردم. ممنونم. وایسا، به خدا من اگه میدونستم مادرت زنده است هیچ وقت زن بابات نمیشدم. همش فکر کردی تنهایی، فکر کردی هیچ کس نیست، حتی سروین. اما من بودم، تو منو ندیدی، منو یادت رفت. هنوزم هستم، حتی اگه دیر باشه. 2 ماه پیش بود، همون روزایی که ناهید اومده بود تا دیگه رسما با ما زندگی کنه. دستو در نکنم. نوشه جان. کاش آقای یواش. خیلی خوشمزه شده. آب همون دوم سیاه هست یا؟ یه خود دیگه بکش. چرا برنج خالی میخوری؟ تو که فسنجون دوست داشتی بابا؟ حتما دستپخت منو دوست نداره. بفرمایید.
کیه؟ زنم. همیشه میگفتی وقتی مادر تصمیم بگیره هیچ کس نمیتونه پشیمونش کنه، مثل تصمیمش برای موندن تو اندیمش به خاطر قبر پدرت، یا مثل قهرش با تو که این همه طول کشید ولی حالا قید تصمیمش رو زده بود. اومده بود به خاطر گریه یه زن پشت تلفن. تو تلفن بهم گفت چرا نشستی، پشو برو تهرون، برو سیاوشت رو نجات بده، برو به سیاوشت کمک کن. بعد زد زیر گریه.